سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز غازی‌زاده هستم. مرگ محمد تقی مصباح یزدی پایان یکی از پرنفوذترین روحانیون جمهوری اسلامی بود، در حالی که نظر و نگاه او چنان در نظام سیاسی ایران ریشه دوانده که نمی‌شود مرگ او را پایان شیوه حکومتداری مورد نظر او دید. او اعتقاد چندانی به جمهوریت نظام ایران نداشت و برایش قوام و ثبات حکومت اسلامی اهمیت داشت. برای این هدف او هر وسیله‌ای را توجیه می‌کرد، به ویژه خشونت. برای بسیاری از مردم مرگ او مثل زندگیش اهمیتی ندارد، اما اگر بخوایم تصویر روشنی از آینده جمهوری اسلامی داشته باشیم، نمی‌توانیم او را نادیده بگیریم. نام او بیشتر در نیمه دوم دهه 70 در انتقاد از وضع موجود شنیده شد و در دهه 80 با قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد به عنوان حامی رئیس جمهوری بیشتر سر زبان‌ها افتاد و با افول محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر کمتر از مصباح یزدی شنیده ایم، اما قدرت او فقط به این دوره محدود نبوده. در بیش از سه دهه رهبری آیت الله خامنه ای، محمد تقی مصباح یزدی چهره هایی را پرورش داد که آینده حکومت اسلامی را رقم می زنند. در این برنامه درباره او و میراثش در آینده ایران صحبت می کنیم. دو مهمان داریم. حسن شهید مداری دبیرکل شورای مدیریت گذار از هامبورگ با ماست و محسن کدیور استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک از دورام در کارولینای جنوبی. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای کدیور، شما تحقیق انجام دادید درباره رهبر شدن آقای خامنه ای. از اونجا نقل کردید که مصباح یزدی در خرداد سال 68 در جلسه در قم گفته بود خامنه ای حتی یک صفحه رساله رو بدون اعراب نمیتونه بخونه. در سالهای اخیر بسیار تملق و تمجید آقای خامنه ای رو از آقای مصباح شنیدیم. این استحاله چطوری حاصل شد؟ بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای شریعت مداری و بینندگان محترم. مرحوم مصباح یزدی فردی انقلابی نبود، نه در قبل از انقلاب شاخص بود به این مسئله، در زمان آقای خمینی هم چندان به بازی گرفته نشد، نه برنامه های آموزشیش، نه روی کرده خاص خودش. سال 68 در ایشون ادعا کرده بود در جلسه‌ای که من اسم حاضران رو هم بردم که ایشون، یعنی رهبر جانشین آقای خمینی، نمیتواند چند صفحه درست از رسائل شیخ انصاری را هم بخواند، یعنی مجتهد نیست. اما چند سال بعد، سال 72 73 به بعد، ایشون فکرش عوض شد و پیش قراول حامیان آقای خامنه‌ای در حوزه علمی قم شد. این که با چه تحلیلی به این نتیجه رسید خدا می داند. اما تعابیری که ایشون از آقای خامنه‌ای کرده، میشه گفت هیچ یک از روحانیون بلندپایه حوزه علمی قم یا جای دیگری انجام ندادند. اینکه ایشون رو نعمت الهی، ذخیره الهی دونست و یک کار نمادین هم انجام داد، کوشش کرد پای رهبر رو ببوسه. البته آقای خامنه‌ای سعی کرد این اتفاق نیفته، ولی فیلمش هست. و این پابوسی رو ایشون حتی در زمان استادش آقای خمینی هم انجام نداده بود. به هر حال ایشون به این نتیجه رسیده بود که باید ایشون رو، آقای خامنه ای رو، به عنوان رهبر الهی تایید کرد. حالا ادلش چه بوده است نکات دیگر است که من بعداً بهش خواهم پرداخت. آقای شهید مداری، شما دست اول با فرهنگ روحانیون آشنا هستید. پدر شما در سالهای آغازین انقلاب مورد غضب آقای خمینی قرار گرفت و اون چه که اتفاق افتاد تقریبا همه دیگه میدونن. فکر میکنید که چه روندی باعث میشه که یک روحانی از اون کسی که آقای مصباح در سالهای آغازین بوده برسه به این کسی که این سالهای آخر از او سراغ داریم؟ چطور این تغییر صورت میگیره؟ بله، من فکر میکنم، با سلام خدمت جناب کدیور و بینندگان شما، من فکر میکنم که در روحانی و غیر روحانی فرقی نداره. این فرصت طلبی موهبتی است که بعضی انسان‌ها و کمال وقاحت از اون میتونن سود ببرن. آقای مصباح یزدی از قبل از انقلاب آقای خامنه‌ای رو باش روابط خوبی این اواخر نداشت. معروفه که 10 سال آقای خامنه‌ای به علت اینکه ایشون گفته بود که من این حرکت انقلابی شما رو تایید نمی‌کنم با هاشمی رفسنجانی و ایشون، با ایشون قهر بود. تا پایان دوره دوم
هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوریش هم نه در دوره آقای خمینی و نه بعد از اون به ایشون اقبالی نشد. این آمدن آقای خاتمی بود که موقعیت طلایی برای آقای مصباح پیش آورد که به عنوان مدافع آقای خامنه‌ای که حالا احساس تنهایی میکرد و میخواست مدافعینی به خصوص در حوزه برای خودش بتراشه، تملق‌های آقای مصباح یزدی باعث شد که آقای خامنه‌ای تشخیص بده که از ایشون میتونه استفاده کنه. دستگاهی رو به ایشون سپرد که این دستگاه نه فقط کارش تهدید و ارعاب و اعمال خشونت بود، ایشون نه فقط تئوریسین خشونت بود بلکه از آمرین درجه یک اون به شما میرفت، در داخل حوزه هم کادرهای پرورش میداد که منازل مراجع تقلید رو در اشغال خودشون داشتن، طلبه های چماغکشی که در درس ها می نشستن و صاحبان درس ها رو تهدید می کردن تا در جهت انقلاب صحبت کنند و به طور کلی به همراه اون یکی ازی که اون هم اخیراً داره دنیا رو ترک کرد سعی می کردن که حوزه علمیه رو در جهت که آقای خامنه‌ای می خواد بچرخونن. من فکر می کنم بله، سوال اینجاست، حالا من از آقای کدیور میپرسم، آقای کدیور به نظر شما آیا این آقای مصباح یزدی بود که از آقای خامنه ای استفاده کرد یا برعکس؟ چون الان آقای شهید مداری اشاره کردن که آقای خامنه ای در برهه احتیاج داشت به یک کسی مثل آقای مصباح یزدی که اینطوری به پشتیبانی او بیاد در واقع میان مراجع و غیره، اما آیا برعکسش رو هم میشه تصور کرد، اینکه در واقع آقای خامنه ای الان پر شده دوربرش از کسانی که آقای مصباح خلق کرد؟ در واقع دو طرفه بود، یعنی هم آقای مصباح از آقای خامنه ای و نظام استفاده کرد و هم اون سمتش آقای مصباح از اینها مواهب نظام استفاده کرد. بودجه‌ای که به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی داده شده از همون بدو تأسیس که اواسط دهه 70 بوده، خب در بین مراکز دینی میشه گفت بیشترین بوده و حجم ساختمان این مرکز رو انسان عکسش رو نگاه بکنه یکی از فاخرترین ساختمان هاییست که در قم به چشم میخوره. کتابخانه این مرکز حتی در کتاب های انگلیسی جدید در دانشگاه های ما بودجه کافی نداشتند برای خریدن این کتاب ها. من زمانی که ایران بودم این رو کامل متوجه شده بودم، ایشون بی حساب میتونست برای کتابخانه مرکزش استادی هم آورده بود، استادی آمریکایی که اون کتاب ها رو فراهم میکرد بدون هیچ محدودیتی. خب از اون سمت هم آقای مصباح نه فقیه بود نه مرجع تقلید بود، ایشون یک مدرس شناخته شده فلسفه بود، فلسفه رو هم خوب میدانست. منصف باشیم، من شاگرد ایشون بودم در دهه 60 و اوایل دهه 70. ایشون در درس فلسفه مشاء و حکمت متعالیه حوزه برهانیش بسیار قوی بود و شاگرداش از محضرش استفاده میکردن. ای کاش ایشون در فلسفه و متافیزیک باقی میموند. وقتی ایشون خارج از این حوزه تخصصیش میشد، خب یک فرد عامی بود مثل بقیه میموند. اما نظام از ایشون چه استفاده کرد؟ بالاخره یک مدرس شناخته شده ای مثل آقای مصباح یزدی، این که این گونه سنگ آقای خامنه‌ای رو به سینه بزنه برای نظام مهم بود، به خصوص این که اکثر مراجع هم یا ساکت بودند یا موافق نبودند و چند تایی هم که موافق بودند این گونه مثل آقای مصباح سنگ ایشون رو به سینه نمی زدند. بنابراین مصباح پیش قراول این مسئله محسوب می شد با یک نفع دو طرفه. شما قبلا همین رو بارها اشاره کردید از اینکه او تئوریسین خشونت بود، آقای کدیور شما در موردش صحبت کردید بارها، چرا او رو تئوریسین خشونت میدونید؟ خیلی ها ممکنه بگن که خشونت در جمهوری اسلامی از لحظه انقلاب شروع شد و خیلی ها قربانیش بودن، چرا او همونطور که گفته شد در دهه اول در دهه آغازین کاری نبود، چرا او رو تئوریسین خشونت معرفی میکنن؟ به خاطر این به چند دلیل. یکی این که دیگرانی هم ممکنه با ایشون هم فکر بودن، مثلا آقای محمد
یزدی، آقای محمد مؤمن قومی. خب اینها هم از مهمترین نظریه پردازان استبداد دینی و ولایت فقیه بودند. هاکذا اون کل اینا که از دنیا رفتن، اون که الان زنده است استاد دیگر من جناب آقای عبدالله جوادی آملی، اینها ممکنه در جزئیات با هم اختلاف نظر نداشته باشند، اما اونی که صراحت لهجه داشت و شجاعت بیانش رو داشت، اونم در عرصه عمومی مرحوم اصباحی یزدی بود. اونم در چه زمانی؟ اونم در زمانی که جامعه به اصلاحات اقبال نشون داده، آقای خاتمی شده رئیس جمهور و یک تریبون اختصاصی که به احدی داده نشده تا کنون، این که شما یک درمیون بیاد قبل از خطبه نماز جمعه بتونید سخنرانی بکنید و حرفاتون رو با مردم درمیون بگذارید، اونم چی بگید؟ اونم بیاد بگید که قرآن به عنوان ارهاب داره از ترور دفاع میکنه. حالا ایشون واژه ها رو به کار برد و بعد عملا این ایشون وارد یک روندی شد که چه در قضیه اون محفل کرمان، چه در قضیه اون چه که نسبت داده میشه به ایشون در قتل‌های زنجیره‌ای، بالاخره مجوزهایی را برای حذف فیزیکی مخالفین فراهم کرد و هرگز هم دادگاهی بررسی نکرد که ادعای محفل کرمان، قاتلان محفل کرمان، که ما از آقای مصباح این مطلب رو شنیدیم و داریم انجام میدیم، آیا صحت داشته یا صحت نداشته؟ کس دیگری به این صراحت نگفت. آیه شاید نداری، میخوام نظر شما رو راجع به این بدونم. ضمن اینکه ما میدونیم که بعضی از کسانی که در دو سه دهه اخیر مسئول بسیاری از در واقع پرونده هایی هستند که منجر به قتل روشنفکران، قتل دیگراندیشان و غیره شده، کسانی هستند که نزدیک به او بودند. اما آیا واقعا میشه گفت که او مهمترین چهره در واقع نظریه خشونت در دفاع از حکومت اسلامی است یا کسان دیگری هم هستند؟ نخیر، بزرگترین چهره شخص آقای خمینی بوده. ببینید، این جنون ساختار یافته‌ای که به عنوان عرفان اسلامی معروف شده و وحدت وجود، معنیش اینه که شخصی که خودش رو در اون راه میبینه، در اون وادی سیر میکنه، در نهایت منجر به توهم خود خدا انگاری و خود پیامبر پنداری میشه. اینها خدایان مجسم در اجتماع خودشون رو میشمارند و فکر میکنن که تقنین کار اینهاست، زندگانی مردم بسته به اراده اینهاست، اون چرا که اینها میخوان همونیه که بر بندگان خداوند باید روا بشه و بنابراین خشونت در نظر اینها هدایت عامه ناسه. این صحبت النصر به رعب صحبت ایشون بود که در حقیقت خیلی فاش میگفت. ایشون چهره بدون روتوش خامنه ای هم بود، برای اینکه ایشون نظریه ای رو که آورده بود این بود که الزامات رهبری باعث میشه که آقای خامنه ای خیلی چیزها رو نگه، ما با بصیرت خودمون باید اینها رو کشف کنیم و عمل کنیم، که معمولا هم نسخه سختگیرانه تر و در واقع نسخه ای بود که احتمالا خیلی تندتر بود از اون صحبت هایی که در عموم و در واقع در ملأ عام میشد. یعنی ایشون نیت آقای خامنه‌ای رو مدعی بود کشف میکنه و عمل میکنه و آقای خامنه‌ای هم هرگز به این کشف نیت اعتراض نکرد، یعنی موافق بود. بله. و یه مسئله دیگه، مسئله جمهوریت هست. به نظر میاد که آقای مصباح یزدی عقیده چندانی به رأی مردم نداشت و یه جورایی هم بارها این رو در صحبت‌هاش گفته بود. طرفداران آقای خمینی، با توجه به اینکه شما صحبت کردید گفتید که شخص خود خمینی هست که در واقع اصل قضیه به او برمیگرده، طرفداران آقای خمینی اینو رد میکنن، میگن که خمینی به جمهوریت اعتقاد داشت، در اون سخنرانی آغازین در بهشت زهرا هم این بود. آیا شما هم این رو قبول دارید؟ بله. ببینید، حکومت‌های توتالیتر در بدو تشکیلشون به هیچ وجه با توده مردم و جمهوریت مخالفتی ندارن، برای اینکه مردم و جمهور مردم در حقیقت جد و یک نوعی ذوب در اونها هستن. به تدریج که این فاصله ایجاد میشه و جامعه مدنی متولد میشه، مردم خواستهای جدا از خواسته یک رهبر کاریزماتیک پیدا میکنند، مشکل ایجاد میشه. اینجاست که امثال مصباح یزدی میان و میگن که آقای خمینی هم اعتقادی نداشت، بلکه از لحاظ استفاده از وضع موجود بود در مقابل دنیا که نه، یعنی که جمهوری اسلامی یک نظام
قهقرایی است از رأی مردم استفاده میکرد. ایشون آقای مصباح یزدی میگه که در نظر آقای خمینی هم رأی مردم به عنوان یک رأی حمایت کننده این نظام، و یا نگر همه مردم هم رأی دیگری بدن و رأی ولی فقیه یک چیز دیگری باشد، صاحب رأی ولی فقیه و نه جمهور مردم. و این رو منتسب به آقای خمینی هم میکنه. درسته. و خب این نکته بسیار مهمی است نه آقای کدی، و از این منظر که بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مورد دوم هست که ارجحیت پیدا میکنه، به ویژه وقتی الان میبینیم که ظرف به خصوص دو دهه اخیر هر قدم که جمهوری اسلامی رفته به حکومت اسلامی انگار نزدیکتر شده. بله، ببینید آقای مصباح یزدی از جمله صفاتش که به نظرم قابل تعریف باشه صداقتش بود. خلاف دیگرانی که الان هستن چیزی میگویند و چیز دیگری در دل دارند، لذا ایشون با صراحت میومد میگفت جمهوریت در برابر اسلامیت فاقد ارزشه، رأی مردم در مقابل رأی ولی فقیه و رهبر بی ارزشه. آقای خمینی هم نظرش همین بوده که من میگم، ایشون میگفت. و بعد رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای هم، ایشون هم در قضیه خشونت، یعنی بعد از اون که ایشون آمد مصباح در نماز جمعه بحث ترور رو مطرح کرد، ارهاب رو مطرح کرد، اون تعریف بزرگ آقای خامنه ای از ایشون صورت گرفت که این متحری دوران ما هست و مسائل دیگر. یعنی حرف مصباح حرف خامنه ایست، این چیز مهمیه، تأیید شده، چندین بار ذکر کرده. غیر از اون هم بله، آقای مصباح یزدی به حکومت اسلامی قائل بود، مطلقاً به جمهوری اسلامی قائل نبود. و من اتفاقاً در کتاب حکومت ولایی برداشت مصباح یزدی رو بر برداشت اصلاح طلبان از نظریه سیاسی آقای خمینی ترجیح دادم. گفتم اگر صداقت داشته باشیم، اونی که مصباح یزدی میگه نظر آقای خمینیه، اون چیزی که اصلاح طلبها یا جناح چپ اون زمان ذکر میکردن، اونها اون شکل روتوش شده به اصطلاح امروز فتوشاپ آقای خمینی هست، نه واقعیت. و برای همین هست من میگم این آقا مصباح یزدی یا مؤمن قومی یا محمد یزدی و ها کذا آقای جوادی آملی، اینها با صداقت دارن میگن آقا رأی مردم در این مسئله ارزشی ندارد و صریح اللهجه تر از همه مصباح یزدی. خب با توجه به اینکه آقای مصباح یزدی در دو دهه سه دهه اخیر نقش بسیار مهمی در اون مؤسسه امام خمینی و بعد در موقع در طرح ولایت در نمونه های متعددی گروه قابل توجهی از کسانی رو تربیت کرده که الان در مقام های بالای در واقع نظام هستن، نسل دومی در واقع نسل بعدی رو برای حکومت اسلامی تربیت کرده، شما فکر میکنید که نقش او واقعا تا چه اندازه اهمیت پیدا میکنه در سالهای آینده در جانشینی آقای خامنه ای؟ باید گفت که نقش مهمی خواهد داشت. اجازه بدید با یکم دقت بیشتری صحبت کنم و به اسامی این شاگردان تراز اول ایشون اشاره کنم که هر کدامشون کجا قرار دادن. ببینید مهمترین شاگرد ایشون به لحاظ علمی آقای فیاضی هست، ایشون الان نماینده مجلس خبرگانه. دیگریش آقای اعرافی هست که این جزء نامزدهای رهبری، جزء چهار نامزد که شایعش هست اسم برده میشه. ایشون تازگی به عنوان فقیه شورای نگهبان نصب شده، رئیس جامعة المصطفی بوده، مدیر اجرایی حوزه علمی قم هست و سمت‌های متعدد دیگر. آقای رجبی، ایشون قائم مقام آقای مصباح در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بوده، احتمالاً جانشین ایشون در اون مؤسسه خواهد. آقای محمدی عراقی، ایشون داماد آقای مصباح هستند و قبلا رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بودن، از سمت‌های فعلیش خبرم. آقای آقا تهرانی، ایشون از مؤسسین جبهه پایداری دبیر کلش بود تا همین اواخر. آقای نبویان الان نماینده مجلس شورای اسلامی است، از تندروترین نماینده‌های اون. آقای منوچهر محمدی معاون وزارت خارجه. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان. آقای الهام سخنگوی سابق شورای نگهبان. آقای مبشری قاضی دادگاه انقلاب در تهران. آقای عواب رئیس دانشگاه. بنابراین لیست بسیار طولانی هست آقای کدیور. آقای شاید مداری، اگر بخوایم که حالا به این اسامی اشاره شد ولی
بحث عمده این هستش که آینده جمهوری اسلامی با توجه به این تصویری که الان می‌بینیم، یعنی احتمال زیاد در واقع آینده‌ای که تصور می‌کنیم آینده سختگیرانه‌تری برای مردم هست. جمهوری اسلامی میره به سمت این که کم کم بدون تعارف بگه که رأی مردم اهمیتی نداره، اینطوره؟ بله، خوشبختانه این لیستی که جناب کدیور دادن نشون میده که جمهوری اسلامی آینده ای اصولا نداره. برای اینکه این بحران ناهمسرشتی با تمدن جهانی فعلی و ناهمزمان بودن وقوع این پدیده ای که اسم مصنوعی جمهوری اسلامی رو به خودش گرفته، برای اینکه جمهوریت مردم با یک حکومت ایدئولوژیک قابل جمع نیست. و از این جهت درسته که آقای مصباح یزدی با صداقت حرف میزد، ولی صداقت در تحجر هیچ فضیلتی نیست به نظر من، و بیشتر نشون میده که این شخص حتی یک تأثیر و تأثری از جامعه مقابل خودش هم نداره و همون حرفی رو میزنه که در مغز خودش در حقیقت پروریده و رابطه این حرف رو با تحولات اجتماعی اصولا درک نمیکنه. و بنابراین من فکر میکنم که وقتی این لیست رو آقای کدیور دادن، برای من جای خوشبختی است که اگر هم فکر میکردم که خطری از جانب جمهوری اسلامی متوجه آینده ایرانه، الان میبینم که با چنین عناصری اصولا ماندگاری این نظام ممکن نیست. آقای کدیور، شما هم با این برداشت موافقید؟ والا اجازه بدید در مورد تخمین آینده با قرائن و مدارک بیشتری صحبت کنیم. اما اینکه اول مقایسه ای میشه بحث کرد، آقای مصباح نسبت به افرادی که چیز در دل دارند و چیز دیگری به زبان میارند از این حس قابل تعریف است، اما تحجرش که کسی نمیگه که چیز خوبیه. متاسفانه ایشون بسیار ذهن بسته ای داشت. اما این شاگردانی که تربیت کرده، فرض کن آقای محمد یزدی همچون شاگردای تربیت نکرده بود، یا آقای مؤمن قومی این لیستش بلند رو نداشت، بنابراین میشه گفت مصباح یزدی تأثیر بیشتری در آینده جمهوری اسلامی نسبت به همگنان خودش داره. افرادی هم که تربیت کرده، این نکته درسته که هیچ کدامشون نمیشه گفت که بهتر از وضعیت موجود میتونن اینجا. ولی آقای کدیور، آیا اینها با هم همراه و همزبان و هم نگاه هم هستن، این افرادی که اسم بردید؟ یا آیا میشه گفت که اینا از یک یگانگی فکری برخوردارند یا نه میشه گفت که در اونها هم اختلافات هست و اختلافات جدی هست؟ این احتیاج به مطالعه داره. ضمناً اینها امتحانی پس ندادند که اینها رو در عمل بشه بسنجیم. ببینید مثلا برای فعلی ایشون با تفکر باز شریعتی شروع کرد و الان به اینجا رسیده. حالا اینا که میخوان با تفکر بسته مصباح شروع بکنن به کجا خواهند رسید؟ وجه مشترکشون اینه که همشون در تعالیمی که از استادشون گرفتند با هم مشترک هستند. اما این که هر کدومش، فرض کن یکیش جبهه پایداری هست، دیگرش اون آقایی که اول اسم بردم، خب وارد حوزه سیاست چندان نشده، آقای عرافی در حوزه قم برها شکل دیگری برخورد کرده، اینها رو باید منتظر باشیم در عمل ببینیم چه اتفاقی میفته. من الان شناخت جزئی نسبت به تک تک این افراد ندارم. آقای شاید مداری، یک دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی اگه شما بتونید خیلی کلی نظریات آقای مصباح رو در نظامیان ایران هم برای ما باز بکنید، چون ما میدونیم که یک طرح خیلی نزدیکی رو با آقای رضایی اجرا کرده به اسم طرح ولایت، که خب یه تعداد زیادی دانش آموخته داره، اونها در رده های پایین تری مشغولن، ولی به هر حال بخش قابل توجهی از مدیران دست دو سه جمهوری اسلامی الان از اونها هستن. فکر میکنید که رابطه او با سپاه چطور تعریف میشد؟ بله، ابتدا در سوال قبلی شما باید بگم که شاگردان دوره اول ایشون شاگردان مدرسه حقانی بودن که هرچی قاتل و آدم کش در جمهوری اسلامی از جمله از اونهاست. و این شاگردان جدید هنوز دستشون به عرب و عجمی بند نشده و باید منتظر باشیم ببینیم آیا کشت و کشتاری که اینا میکنن از امثال رئیسی و فلاحیان و دیگران سرامت و اژه‌ای سرامت خواهد بود یا نه. در این موردی که میفرمایید، بله، ایشون سعی کرده که در حقیقت طلب نظامیانی رو بار بیاره
که اینها طرح ولایت رو در درون سپاه پیاده کنند و در رده های میانی بسیاری از مناصب رو اشغال کنند. بعضی ها تغییر لباس دادند و نفوذ اینها در بخش های از سپاه محسوس بوده، ولی در وضع فعلی و که سپاه در اثر فقدان موقعیت خودش در منطقه و دردسرهایی که الان داره، معلوم نیست که این طرح ولایت تا کی در سپاه پایا خواهد بود و تا کی این سران سپاه که اغلب با هم رقابت دارند و به خون هم دیگر هم تشنهند، این طرح باعث خواهد شد که در حول وجود آقای خامنه ای همچنان سینه بزنند و به خصوص اگر آقای خامنه ای بره، چند تا از اونها سراغ مشتبه خواهند و چند تا سراغ فرزندان دیگر و دعوا چقدر شدیدتر خواهد بود. چون تعبیری که از ولایت هست میتوان به همه تعمیم داد و هر کسی رو مظهر ولایت خون بعد از آقای خامنه ای، و این طرح باعث نخواهد شد که یک یگانگی در این دستگاه به وجود بیاد. ممنونم از هر دوی شما آقایون، آقای شاید مداری و آقای کدیور، متشکرم که در این برنامه شرکت کردید و ممنونم از شما که برنامه صفحه دو رو دیدید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. این برنامه رو میتونید به صورت صوتی روی تلگرام و همینطور اپلیکیشن های پادکست گوش کنید یا دوباره روی یوتیوب تماشا کنید. شب روزتون خوش.